وطن عزیزمون حمید پهلوانی از آلمان، خواهش میکنم بفرمایید. دوستمون حمید از آلمان، بفرمایید، خواهش میکنم. دوستمون حمید پهلوانی از آلمان، آیا صدای ما رو دارید؟ خب اجازه بدین که از آلمان بریم به هلند و خواهرمون وجیه خدمتشون سلام عرض کنم و خواهش میکنم بفرمایید. با سلام های گرم و آتشین در این روزهای خوبی که اومدنشون رو من قبل از هر چیز مدیون خود خانم مریم رجبی میدونم، رهبر بزرگ که ثانیه های این روزهای خوب رو رقم زد. اونطور که گلناز سمسامی شهید نوجوان قیام هم خوب گرفته بود که روزهای خوب هیچ وقت خودش نمیاد، یعنی پا نداره که بیاد، ما باید بیاریمش. پس بیشک شورش ادامه خواهد یافت و تنها جواب شیخ آتش است، هرچه فروزنده تر. هدیه هم ناچیزه و ناقابل، اما امیدوارم در امواج دریای گلگیزان همیاری قیام مورد قبول شما قرار بگیره و بیش از این وقت شما خواهر الهه عزیز و برادر مسعود گرامی رو نمیگیرم و به امید آزادی و پیروزی و با تشکر بی انتها از شما قربون شما. درود بر شما. درود بر خواهرمون وجیه از هلند. کمک شما خیلی با ارزشه، هیچ هم کوچیک نیست، هر چقدرم کوچیک باشه همش با ارزشه. این رو بدونین که این نقش تک به تک شماست که سیما ازاد تونسته تا این لحظه به کارش ادامه بده. و من در صحبتام گفتم که سیما آزادی اولین تلویزیونی بود که اسامی شهدا رو تونست اعلام بکنه و همچنین تصویر شهدا رو تونست پخش بکنه و این مایه افتخار ماست که ما تونستیم اولین تلویزیون باشیم. اینم به دلیل اینه که خبرها از طریق مردم ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه با ما میرسید، عکس‌ها رو برای ما ارسال کردن، اسامی شهدا رو ارسال کردن و اینها همه باعث شد که ما بتونیم به سرعت این جنایت رژیم رو افشا بکنیم. بسیار متشکر از خواهر گرامیمون از هلند. پیامی از شیراز به دستمون رسیده، این پیام رو با هم میشنویم. صدای آزادی صدای صدایان و صدای حق‌خواهی مردم است، صدای مردمی که آشمونگر و اختشاشگر نامیده شدند تا بتوانند با این پوشش آنان را سرکوب کنند و خون آنها را بر زمین بریزند. پس کمک به این صدا، کمک به رسایی صدای حق‌خواهی مردم ایران است. شیراز، آذر 1398. خب این پیامی از شیراز. درود بر برادرمون، درود برای هموطنمون که پیام خودشون رو به همیاری و سیمای آزادی رسوندن. درود بر شما. بله، خواهش می‌کنم. پیام بعدیمون از کرج هست. خواهش میکنم. بله، توضیح میدن پیام بعدی از اصفهان هست. بفرمایید. دستم و سیل هم بیاد، سهم ما از اون آبهاش همینه که میبینید. هیچ نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. هزار نکته باریک در زمین اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. امروز قلندران همه جمعند در کرانه عشق و این عاشقان سیمایی دارند به نام سیمای آزادی و نیازمند یاری همه قلندران جهان هستند. من خبرنگار سیمای آزادی از اصفهان همه ایرانیان آزاده را به یاری رساندن به سیمای آزادی، این فریاد مردم ایران در خفقان فرا می‌خوانم. خبرنگار سیمای آزادی، اصفهان. درود بر همکار عزیزمون خبرنگار سیمای آزادی از اصفهان. درود بر برادرمون که
از اصفهان الان تماس گرفتن و خبرنگار سیمای آزادی بودن. شما باید به خودتون ببالین، چون شما بودین که با رسوندن این خبرها لحظه به لحظه قیام رو باعث شدین که ما بتونیم به سرعت منعکس کنیم و پخش بکنیم. و من واقعا تشکر و قدردانی میکنم از شما و از این ابتکاراتی که در این قیام به خرج دادین و رفتین ابتکارات مختلف درآوردین که هر جوری شده علارغم قطعی اینترنت، علارغم مشکلات و مشقات، همه این فیلم ها رو به ما به سرعت رسوندین. بسیار سپاسگزارم از شما. بله، درود بر همه خبرنگاران سیمای آزادی. هموطنمون محمود از ایتالیا با ما در تماس هستن. سلام میکنم خدمتشون، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و درودهای انقلابی به خاک پاک و مطهر شهدای اخیر در 199 شهر کشورمان و سر تعظیم به خانواده های شهدا و مادران و پدران داغ دیده و همسران و بچه های چشمگریان که در مسیر راه آزادی ایران عزیزان مان را از دست دادند. فرود آورده و با تشکر از شما عزیزان، خواهر سهیلا قنبرنژاد و برادر مسعود کلانی که پژواک این شهدا می باشید، که سیمای آزادی واقعا پژواک این شهدا هستند. من هم به حمایت از آنها و هم صدا با کانونهای شورشی به عنوان یک اشرف نشان که همانا سرنگونی تمام کمال رژیم در همین راستا با صدای بلند و با توان چند صد برابر بیشتر برای هموار شدن سرنگونی ددمنش در زمینه کمک‌های مالی و لوجستیکی و جانی در صحنه آتش در جواد آتش فریاد می‌زنیم و می‌گوییم حاضر، حاضر، حاضر و آمادگی خودمون را اعلام می‌کنیم. ما مرد جنگیم ای دجال، سرنگونت میکنیم. جنگ به جنگ تا به جنگیم. من هم در بستر بیماری تلاش میکنم سلامتی خود را باز یافته و جانم را در مسیر سرنگونی فدای آرمان های شهدا، همانها آزادی دموکراسی ایران عزیزمان بوده بکنم. برای چنین تحققی هرچه بیشتر با شعارهای مرد بر رژیم آخوندی خامنه‌ای و روحانی که همانا شعار بانگ شهدا و جوانان غیرتمند مردم ایران که اخیراً رژیم ددمنش به خاک و خون کشیده و بیشتر از 1000 نفر در چنگال شکنجه‌گاه‌های رژیم اسیر شدند، مسئولیت و وظیفه ما را 10000 برابر بیشتر کرده و تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری و پدرخوانده داعش از پا ننشینیم و تلاش هرچه پربارتر شدن این بهار همیاری در این بستر بیماری کوشا باشم، به همه حمایت‌های ناقابل خودمان را برایتان ارائه کنیم و در روزهای آینده بتوانیم دوباره اعلام موجودیت کنیم. کمک‌های مالی جمعی 1550 تا که 1000 تا خواهر فریده و 500 تا برادر داوود و 50 تا محمود. قربان شما، خدا حفظتان کند. درود بر شما. خب درود بر برادرمون محمود، خدا شما رو هم حفظ بکنه و انشالله که بتونین همجور که گفتین تلاش میکنین با بیماریتون بجنگین، که باید بجنگین چون کار و مسئله‌های خیلی زیادی داریم. و تشکر میکنم از خواهرمون فریده و داوود که کمک کردین به سیمای آزادی و همینطور که شما هم گفتین این قیام مسئولیت‌های ما رو سنگین تر کرده و به همین نسبت شما باید بتونین هرچه بیشتر و بیشتر به سیمای آزادی کمک کنین که ما بتونیم توی این شرایط که خب باید بدونین که سیمای آزادی در معرض پارازه، چون رژیم از با شیوه‌های مختلف میخواد قطع کنه این صدا رو، بنابراین مسئولیت ما و شما رو هم بیشتر میکنه و سنگین تر که بتونیم مانع از هر گونه کاری که رژیم میخواد بکنه برای قطع کردن این صدا بشتابیم. بله، متشکریم از دوست عزیزمون محمود. پیامی داریم از یکی از شهرهای شورشی
کرج که خواهش میکنم پخش کن. درود بر سیمای آزادی، صدا و تصویر آزادی خواهان از ایران تا عراق و لبنان و سراسر جهان. براستی اگر اخبار و آمار و تحلیل های دقیق و موشکافانه شما در این فضای سانسور و خفقان و خبرهای کذب و جعلی و تحلیل های آوکی و فرمایشی خبرگزاری هایی که کارشان تجارت خبر است نبود، چگونه میخواستیم صدای خود را به دنیا برسانیم و چگونه از مسائل روز و راه حل ها و پیامد های پیش رو آگاهی میافتیم؟ پایدار باد سیمای آزادی، سیمای ایران آزاد. آذر 98، کرج. درود بر هموطن عزیزمون از کرج و پیامش. اجازه بدین یکی از هموطنانمون، بله، از شیراز برامون پیام دادن، شهر شما خواهر سهیلا، که بنده هم افتخار داشتم تعدادی از سالهای زندگی اونجا بودم و الان که دیگه بیشتر انسان به شیراز و شیرازی ها علاقمندتر هست. میشنویم از شیراز. سلام، پرنده آزادی هستم از شیراز. به دلیل مشکلات معیشتی که نظام برای من درست کرده، متاسفانه نمیتونم کمک مالی بکنم. از کسایی که در این کار مهم مشارکت میکنن تشکر میکنم و حمایت معنوی خودم رو از خواهر مریم و سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام میکنم. از شبکه خوب سیمای آزادی هم تشکر میکنم بابت تلاش شبانه روزیشون در آگاه سازی خلق مبارز، و درود میفرستم و به مجاهدین و شهدای قیام. و از ایرانیان خارج از کشور میخوام که به این کانون مقاومت کمک کنند، چون مجاهدین فقط دستشون رو جلوی مردم ایران دراز میکنن، نه هیچ کس دیگه ای. درود بر شما و درود بر خلق مبارز. درود بر شما. درود بر برادرمون که از شیراز تماس گرفت. خیلی افتخار میکنیم به شما که در شیراز قیام آنچنان آفریدین که دودمان رژیم رو برباد داشتین میدادین، و انشالله که باز هم ادامه بدین و این عزم و اراده های شما هست که میتونه این کار رو انجام بده، تک تک شما مردم ایران. و همچنین که گفتین سیمای آزادی هم همین نقش رو داره. من در صحبت هم گفتم که سیمای آزادی با حمایت تک تک شما و با پشتوانه تک به تک شماست که استقلال خودش رو تونسته حفظ بکنه. بنابراین ما همینطور که شما گفتین و خواستین از حامیان مقاومت کمک کنن، از مردم ایران کمک کنن برای سیمای آزادی، ما برای استقلالمون هر چقدر بیشتر به این کمک ها نیاز داریم و سپاسگزاریم از شما و درود بر شما. بله، خواهرمون افسانه اسکوی از سوئد با ما در تماس هستن. سلام میکنیم خدمتشون، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت خواهرمون خواهر سهیلا و همینطور آقای کلانی، با سلام و با درود به شهیدان، به خصوص شهیدان قیام در سراسر کشور که با ایثار خونشان مهر باطل به رژیم پوسیده جهل و جنایت زدند. همچنین درود بر قیام آفرینان کشور دوست و همسایه عراق و قهرمانان لبنان. به مجاهدین در اشرف سلام مخصوص دارم و از همه دستاندرکاران سیمای آزادی تشکر فراوان میکنم. از همه هموطنان در سراسر دنیا میخواهم که این روزهای حماسه ساز در تاریخ کشورمان را دریابیم و همگام با مردم داخل که با دستان خالی به جنگ زخاک زمانه رفتند، برای آزادی میهنمان هرچه پرتوانتر بشتابیم. مردم ایران اگرچه سفره‌شان خالی، قلبشان پر از عشق است. سلام و درود بر کانونهای شورشی، فرزندان سیمای رهایی در قلب تپنده ایران عزیزمان. عشق را هر کس شناخ راهی شود، هر کسی راهی شود شیدا شود. آن که عاشق شد یقین آگاه است، از بر آگاهیش پرداخت است. گاه پرداختنی است بس گران، چون تن و جان عزیز باید که داد. لایک لایک آید ز هر سو در یه تصویر، دختران شیر زنان با دو انگشتان به سوی آسمان می کشن فریاده مرد بر ظالمان. در دیگر تصویر با همه نیرو به میدان می روند این جوانان شیر مردان. می زنن آتش به عکس نحس آقا، می کشد آتش زبانه
میرسد فریاد آقا آتشین میشود حالا. ریش و پشمش ریخته آقا، با نت و بی نت بشکه بنزین تمام کارش حالا. بحث زیبا گفت فرمانده مسعود، ایستد اشرف بیستد یک جهان، خیزد ایران برخیزد حمایت در جهان. ارتش آزادی بخش ملی ایران درس آخر می دهد، مردم ایران حرف آخر می زنند. با تقدیم مبلغ 50,000 کرون در همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران شرکت می کنم. قربانتان از این وقتی که به من دادین، به امید پیروزی. امری نباشه، خداحافظی می کنم. درود بر شما. با سلام به خواهر عزیزم.